دوستان. سلام. امروز قرار بریم موزه سومیه. حالا اینکه چرا اسمش سومیه است و اینکه چطور موزه تو مسیر براتون در مورد صحبت می‌کنم، الان می‌خوام در مورد این مجسمه که پشت سر من می‌بینید بگم. تقریبا یه 7-8 روز دیگه 2 نوامبر یه جشن خیلی خفنی توی مکزیک برگزار میشه به نام جشن مردگان. یه ترکیبی هست بین هالووین و یه سنت‌های قدیم مایاها و آسکا و اینا که ترکیب شده و حالا بیشتر اون موقع وقت خودش رو ویدیو خودش توضیح میدن و میبینید که خیلی باحال همه جا رو تزیین کردن. این در واقع اسکلت خانومه، اینم اسکلت آقاست. خب فعلا بریم موزه. تو این موزه آثار هنرمندای خیلی بزرگ هست، مجسمه‌های میکلان، مجسمه چی بود؟ مجسمه متفکر و مجسمه داوود و کلی. این موزه خیلی خفنه و حتما براتون سواله که چرا اسمش سومیه است، به خاطر اینکه تو بگو. بنیانگذار این موزه آقای کارلوس اسلیم، ایشون اصالتاً لبنانی بوده و جالب اسم لبنانی خانم... مکزیکی بوده؟ بله، لبنانی مکزیکی بوده و جالب اسم خانمش سومیه بوده و این موزه رو به افتخار خانمش سومیه اسمش رو گذاشته موزه سومیه. بازدید از این موزه رایگانه و حدود 66,000 اثر هنری در این موزه موجوده. از سال فکر کنم 2004-5 که افتتاح شده تا الان نزدیک 5 میلیون بازدید کننده به خودش جذب کرده. امروز هوا خیلی عالیه و یه اتفاق جالبی که افتاد، یه دوچرخه سوار از کنار ما رد شد و فکر کرد ما آمریکاییم و گفت آمریکا USA. ما نگاه کردیم چی؟ به قول ما ایرانی هستیم، ما قول مشکل داریم. خوشحال بشیم کنار رد ما یه خورده جلوتر باید یکم پول چنج کنیم و بعدش هم موزه همین نزدیکه، میریم سمت موزه. اگه اشتباه نکنم یه دونه اکسچنج اینجا بود، امیدوارم اشتباه نیومده باشیم. سمت راست. یس خودش. خب امروز 20 نوامبر دلار رو 17.80 میفروشه 16.80 هم میخره. یورو رم 19.20 میفروشه 19.25 هم میخره. خب بریم خورده پول چنج کنیم. یکی از مشکلات ما برای چنج کردن پول این بودش که هیچ جا 500 یوروی چنج نمی‌کرد و ما به خاطر اینکه پولی که میاریم حجمش کم باشه 500 آورده بودیم. بعد از کلی گشتن این صرافی رو پیدا کردیم. حالا اگر گذرتون به مکزیک خورد و خواستید یه وقتی 500 یوروی چنج کنید، این تنها جاییه که برمی‌داره یورو رو چنج می‌کنه و اینکه قیمت خوبی هم برمی‌داره و اینکه پاسپورت هم نمی‌خواد، چون بانک‌ها بعضی‌هاشون قبول می‌کنن ولی پاسپورت می‌خوان و وقتی پاسپورت ایرانی رو بدی پاس قبول نمی‌کنن. یه نکته دیگه ایرانی... هم داره. ما چند جا دیگه رفتیم برای هر یک یورو یه پزو کم می‌کرد، یعنی اگه نرخش 19 باشه میگفت من 18 می‌خرم ازتون، ولی اینجا فقط 25 سنت از ما کم کرد. امروز که نرخش 19 و 25 بود از ما گرفت 19. خیلی منصفن. بریم که صرافی ریوار. غذاهای خیابونی و اتاق و فروشی ها اینه که قیمتشون خیلی ارزونه و تقریبا همه میتونن مثلا مطمئنم در روز دو تا از این تاکو بخورن و خیلی آدم حس خوبی داره که مثلا حداقل کسی گرسنه نیست. واو، اینم موزه سومیه، چقدر خوشگل ساختمونش. هنوز تو فیلم معلوم نیست. من خوندم که ساختمون رو داماد سرمایه گذار این موزه طراحی کرده و رایگان هم طراحی کرده. خیلی خوشگله، چقدر بزرگه. فکر کنم یه 4-5 ساعت اونجا باشیم. آره. آثاری که داخل این موزه هست، حتی آثار مربوط به دوره آستکا و مایاها، یعنی چندین هزار سال پیش، نقاشی های اون دوره هم داخل این موزه هستش. امیدوارم خیلی شلوغ نباشه، امروز تعطیلی نیست. واو. خیلی قشنگه. اون مجسمه مرد متفکرم شبه اصلش جلوه ولی اصلش داخل موزه است. تو این موزه آثار هنرمنده خیلی بزرگی همچون میکلانج و داوینچی و خیلی های دیگه میتونیم ببینیم.
شانس آوردیم و امروز خلوته. این مجسمه داوود ساخت میکلانژ. من فقط تو کتاب تاریخ هنر رو مونده بودم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم من نزدیک این مجسمه رو ببینم. فوق‌العاده است، چقدر ترکیب بندی قوی، چه ظرافتی تو ساخت بدنه با سنگ. وای فوق‌العاده است. خب در مورد این درس چی خوندی؟ اسم این اثر هست دروازه جهنم، لا پوترا دل اینفرنو، اگه درست گفته باشم، و سازندش آگوست رودین هست. سال 1917 در فرانسه ساخته شده. اثر دیگری از میکلانج، مجسمه موسا. خیلی فوق العاده. چرا برای موسا شاخ گذاشته بنده خدا؟ این چین و شکن پارچه ها با سنگ، یعنی واقعا و اثر دیگه از میکلانج، مریم و مسیح، که واقعا فقط تو عکس‌ها و کتاب‌ها دیده بودم، واقعا شگفت انگیز. میکلانج نقل قول معروف داره، میگن بهش میگن که تو چطوری این همه زیبایی رو، این همه هنر رو از توی این دل سنگ در میاری؟ و میگه که اون شکلی که من در میارم داخل سنگ، تو سنگ هست، من فقط تیکه های اضافیش رو برداشتم. واقعا هنرمند بوده و چقدر ذهن خلاق عجیب غریبی داشته. روح میداده واقعا، روح میداده به سنگ دقیقاً. بچه ها این یه موزیک باکسه که به جای صفحه مغناطیسی گرامافون از یک صفحه فلزی سوراخ سوراخ شده استفاده شده، که اینا همون نقش نوت رو اجرا میکنن. وقتی اون ماهکه که رنگ طلاییه، یه دونه برجستگی داره، به این سوراخ ها میخوره، تولید صدا میکنه و یه موزیکی رو میزنه. خیلی جالبه. اسم قطعش هم لا پالوما، اسم قطعش لا پالوما بوده، مربوط به سال 1895. این ساز اسمش سیتاراست و تلفیقی از سنتور و گیتار و چنگه. خیلی جالبه. مربوط به سال 1870، دقیقا مثل سنتور ایرانی از این میلا داره که برای کوکه
و روش ضربه میزنن. این قسمت جلوش مثل گیتار فرد داره و این قسمت انتهایش هم مثل چنگ میتونی بغلت بگیری و بزنی. بسیار زیبا. جز اولین رادیوهایی هست که فکر کنم تولید شده، آره 1910 تا 1940. این رادیو معروف بودن به رادیو لامپی، چند تا خازن بزرگ، ترانزیستور و اینم اندازش. این دستگاه عجیب و غریب هم زده، دستگاه عکاسی، ولی من نمیدونم واقعا چطوری باش عکس میگرفتن، یا احتمالا مال ظاهر کردن عکس باشه. اگه شما چیزی میدونید در مورد این دستگاه برای من بنویسید لطفا. اینم یه دونه مدل دیگه موزیک باکس. این به جای اون صفحه آهنی از صفحه کاغذی سوراخ سوراخ استفاده میکنه و نوتا اونجا نوشته شده. و این دسته رو که میچرخوندن شروع میکرده به موزیک زدن. اینم یه دستگاه موزیکال بادیه و نمیدونم واقعا چطوری با این مینواختن یا چطوری کار میکرده. اگه شما میدونید بگید. یه ساعت کوچولو هم اینجاش داره. آها شاید با تیک تاک ساعت، نمیدونم. یک دیوار از نوت نویسی های قدیمی که احتمالا هر کدومش مال یک موزیسین بزرگ بوده. این هم مجموعه لباس های قدیمیه و اینجا داره آموزش بستن لباس ها رو میگه با چه مکافاتی طرف رو اینقدر میکشیدن، دستاش رو میگرفته به میله و میکشیدنش که لباس تنگ بشه. خوشگلن توی لباس ها ببینید چه مکافاتی میگه شدن برای که خوشگلن زدن. تابلو نقاشی که دقیقا همه با این لباس ها هستن رو گذاشتن در کنار لباس های همون دوره. خیلی قشنگ. ما بعد از اون قسمت لباس ها رسیدیم به بخشی که انواع تلفن های قدیمی رو داره. این از جدیدترین تلفن ها میریم به سمت قدیمی ترین. قدیما که تلفن ها به این صورت نبود، شما باید زنگ میزدید مرکز تلفن و میگفتیم مثلا شماره فلان رو برام وصل کن، خودت نمیتونستی مستقیم وصل شی. این دستگاه دقیقا همین کارو میکرد، زنگ میزدی میگفتی تلفن چی، مثلا شماره 22 24 برام وصل کن. اینجا میزد 22 24 حالا یه چیز تلفن مرکزی، تلفن سنترال که این مربوط به 1990 اولین نسل تلفن های موبایلی رو میبینید. چقدر بزرگ بوده. اگه به مردم اون زمان این تلفن آیفون رو نشون میدادی حتما سکته میکردن. بعد شده این مدل مشکی تلفن بی سی می جنگی، بیشترشون ضد انفجار احتمالا. انواع تلفن های دیگه این همی تلفن دیگه. اوه بعد اومدیم توی مدل جدید. بله چجوری؟ بله اون مدل هم خیلی باحاله. موتورولا یکی از قدیمی ترین شرکت های تلفن و در زمینه مخابرات. بچه ها قدیما که اینترنت و اینا نبود، یه دفترچه تلفن بود، شماره همه توی این دفترچه تلفنی بود. البته باید خودتون اونجا اعلام میکردید، فکر کنم یه مبلغ کوچولو رو میدادید و شمارتون ثبت میشد اینجا. مثلا بخش ام میگشتی، مثلا مرکز رو پیدا میکردی و شمارش بود اونجا. تو فیلم های قدیمی احتمالا دیدید. Thank you.
خیلی جالب، اینا الگوهای ساخت کلیسا هستن. این قسمت که هستیم بیشتر معماری ها و نقاشی های مربوط به کلیسا و مسیحیت هست و چیزی که تو اون کلیسا ها رایج بوده نقاشی های ویترا بوده که میبینید پنجره های این نمونه در واقع الگوی یک کلیسا رو هم دقیقا با همون ویتراها نشون دادن. یه سری نقاشی هم دقیقاً از همون شکوه و جلال کلیساها که واقعاً عجیبه، خیلی متاثر کننده است، واقعاً به طرز باور نکردنی رئاله، اینقدر که اگر واقعاً حس میکنی پاتو برداری و بذاری داخل تابلو میتونی بری تو تصویر و اصلا آدم رو دوچاره یه وحشتی میکنه از این همه زیبایی این اثر. شما این ساختمون رو ببینید چطوری نقاشی شده، اصلا آدم دیوونه میشه. وای اصلا عجیب، واقعا عجیبه، کی باورش میشه این نقاشیه. حالا شما دارید تصویر رو میبینید، واقعیت اصلا یه چیزه خیلی عجیبه. برام خیلی لذت بخش دیدن این تابلو، برام که هنر خوندم و یه روز اینا رو توی کتاب ها دیدم فقط. تو باید کتاب و کلی با کیفیت اورجینال می‌خریدیم که نزدیک بشه به چیزی که در واقعیت نقاشی بوده و باز هم اصلا واقعیش چیز دیگه است. این تابلو رو ببینید آدم دلش می‌خواد وایسته و ساعت‌ها به این حس و حالی که از این آدم نقاشی شده. چقدر طبیعی، چقدر معماری قشنگ نقاشی شده. وای حتما اگر به مکسیکو سیتی اومدین حتما بیاید و این موزه رو ببینید و لذت ببرید. ساعت‌های چیبی بیزی شکل در سال 1970 که هممون تو فیلم‌ها دیدیم که با اون کت و شلوارهای خیلی فاخر اینا از گوشه جیبشون در میارن. یک سری دیگه از این ساعت ها هم اینجاست. و یه سری ساعت دیگه مربوط به سال 1850 و این یکی سال 1800. و این هم نمونه های دیگه از اون ساعت های جیبی که واقعا قشنگن. چه ظرافتی نقاشی شده، یه نقاشی خیلی قشنگ داره. این خیلی جالبه، من اول یادم یه مجسمه است، بعد که دقت کردی فهمیدیم این ساعته، به این صورت که همطور که میبینید مثلا نوشته 17 و 18 دقیقه اون حرکت میکنه و ساعت عوض میشه. این دست این مجسم اشاره کرده به اون ساعت، خیلی جالبه. حالا
چون منبتکاری شده این پیانو، اصلا واقعا فاخره، خیلی زیباست. نقاشی شده رو گوشه کنارش. خیلی زیباست. بچه ها این عینک هایی که میبینید اولین نسل واقعیت مجازیه. بعد روش کارش هم به چه صورت بوده؟ عکسو میذاشتن جلوی اون دوتا چشمیه که دوتا عدسی داشته، وقتی صورتتو نزدیک میگردی انگار تو فضای عکس میرفتی. اگه یادتون باشه پدر مادران وقتی از مکه برمیگشتن یه دوربینایی میآوردن، هفت تا عکس داشت توش، اینجوری تیک تیک میزدی میرفت تو اون فضا. اینم دقیقاً همونه. و جالبش اینه که این دستگاه مال 1903، یعنی 120 سال پیش اولین جرقه واقعیت مجازی زده شده. و این هم ماکت خود موزه است که خیلی دیزاین قشنگی داره. ما دیگه سقفش رو نمیدونستیم این شکلی، الان میتونیم تو این ببینیم. خب این قسمت به پایان رسید و در این فضای خیلی سفید و هنری و آرتیستی باید بریم بالا و به قسمت بعدی موزه برسیم. منبتکاری روی آج فوق‌العاده است، یعنی واقعا آدم مو به تنش راست میشه. در توضیحاتش نوشته شده که این در واقع آج مربوط به ماموته و داستانی که داره این که روایت از مادر ثروته که داره ثروت رو بین همه تقسیم میکنه. جزئیاتش اصلا دیگه واقعا دیوونه کننده است. این که روی تخت نشسته این پایین، اینجا که میبینید یه عصای اژدهام دست داشته، این مادر ثروته. اصلا وای، فکر کن کسی اینو ساخته بعدش خودش چجوری دیگه به زندگی ادامه داده. این اثر فوق‌العاده است. پارچه‌ای که روی سر و صورت این فرشته در واقع کشیده شده با سنگ با چه مهارتی در اومده. مربوط به سال 1886 روما. بله این مجسمه مربوط به سال 101-200 میلادی، یعنی نزدیک به 1900 سال پیش از این اثر گذشته. وارد یه قسمت وارد سالن جدید شدیم. ورودی سالن یکی از قدیمی ترین نقاشی های دوران قرون وسطاست که این هم من در کتاب تاریخ هنر فقط دیده بودم.
تابلو نوشته پورتری از یک جنتلمن سال 1540 میلادی. جنتلمن یعنی مردی که واقعا پول داره که نیاز نداره کار کنه. آیدم واقعا نفسش رو میکشیده، یه سعادتیه. این تابلو همه مربوط به قرون وسطا، یعنی قبل از رنسانس، و همطور که میبینید همه یه حال و هوای کدر و تاریکی داره. تقریبا همه هلوش 1640 قبل از میلاد و 1000 دوباره دقیقا همین هلوش سال هاست که مسیحیت خیلی قدرت داشته، کلیسا خیلی قدرت داشته، تمام نقاشی و هنر در اختیارش بوده. جدا از اینکه این آثار واقعا شگفت انگیزه، چقدر اون چهره حسش از وحشت و از ترس و از تمنا و اینا چقدر خوب هنرمند در آورده، ولی اینکه واقعا اون دوره چقدر این مسائل بولد بوده و همه چیز حول هم محور و هم در این آثار. یکی از آثار معروف لئوناردو داوینچی رو میبینیم، دوک باکره. دوباره این طبقه بیشتر کارهای حجمی و مجسمه هست. من همینطوری همراه خودم شما رو میبرم و با هم دیگه اینا رو ببینیم. واقعا رئال مجسمه ها خیلی جالب و تماشاییه. حسه توی یک حجم چقدر میتونه عمیق و قشنگ باشه، فوق‌العاده است. دو تا فیگور اینطور در هم گره خورده واقعا کار سختیه، واقعا یه هنرمنده فوق، اصلا باور نکردنیه اینقدر زیبایی. این اثر اینقدر صیقلی و قشنگه که واقعا فکر میکنی پوسته روی بدن. یک مجسمه خیلی اینگار بافت تنه، خیلی عجیبه. چند تا حجم خیلی بزرگ هم هست ولی چون مشکی هستن سیاه هستن خیلی در تصویر دیده نمیشن. این طبقه آخر بود و موزه به پایان رسید. خب دوستان، یه موزه گردی احساسی داشتیم، 3-4 طبقه بود، من که دیگه اصلا دارم از حال میرم، مثل خوندن یه کتابه، هر کدومش رو دوست داردم با ریز و جزئیات ببینه و دیگه ذهنت خسته میشه. امیدوارم شما خوشتون اومده باشه. این طبقه آخر موزه بود، مرسی که ما همراه بودید. من آروم صحبت کردم به خاطر فضای موزه بود. ممنونم ازتون، کامنت فراموشتون نشه. خدا حافظ تا برنامه بعد.